با نام و یاد خدا عرض سلام، شب بخیر خدمت شما هموطنان نازنین، علاقمندان به والیبال. جدال دوم دیدار رفت نیمه نهایی لیگ برتر والیبال مردان ایران، شهرداری ارومیه، شهداب یزد، سالن والیبال مجموع ورزشی آزادی. بعد از جدال اول بین پیکان و فولاد سیرجان ایرانیان، این بار نوبت دو تیم شهرستانی است. یک تیم از آذربایجان غربی، شهر ارومیه، شهر عشاق والیبال، در مقابل شهداب قهرمان دو ساله لیگ برتر و مدافع عنوان قهرمانی. داور اول این بازی وحید پورکاشیان، داور دوم حامد آقبراری، داور ویدوچک محمد اشتوز، ناظر داوری حمید راجردیان، نماینده سازمان لیگ شهباز صدلی. اولین جای خالی رو میثم صالحی پاشم در زیر تور برخورد داشت. اولین امتیاز برای شهرداری ارومیه به دست میاد. چهار بازیکن ارومیه ای در ترکیب شهداب هستند. میثم صالحی در همین ابتدای بازی از نایه مچپا، بعد از برخوردی که با احتاز ردگر در زیر تور داشت، خوشبختانه از جا بلند میشه. بازیکن خوب تیم ملی والیبال مردان ایران آرمین تشکری برای ارومیه. امروز احد رضایی در پست قطر پاسور، ارشیا بهنجات در پست بازور، احتاز ردگر و آرمین تشکری در پست مدافع میانی، جاوید اسماعیل زاده و پوریا فیاضی در پست دریافت کننده قدرتی، لیبروی تیم آرمان صالحی. امتیاز سوم هم یا دوم باید برای شهرداری ارومیه. تقاضای بازبینی فیلم رو محمد رضا تندروان درخواست می‌کنه. سرمربی شهرداری عبدالرضا علیزاده هست، لیبروی ناماشنای اسبق تیم ملی. در رای تیم آبی پوش شهداب یزد امروز ایلشن داوودی پور پاسور هست، در قطر پاسور رضا رضایی که اهل ارومیه هست بازی میکنه، محمد ولیزاده و مسعود غلامی دو مدافع میانی، به نام حاجی پور و میثم صالحی دو بازیکن قدرتی دریافت کننده، و محمد رضا حضرت پور لیبرو این تیم از سرمربیگری آقای تندروان. 2-0 به سود شهرداری است. تماشاگرای خونگرم هر دو شهر سالن رو کاملا پر و پیمانه کردند. سالن والیبال یک آبشار خوب از میثم صالحی در منطقه چهار، بازی رو 2-1 میکنه. شهداب در کارنامه سومی باشگاه آسیا، چهارمی باشگاه آسیا و همچنین دو قهرمانی رو در لیگ برتر والیبال در کارنامه داره. این در حالی است که شهرداری چند نایب قهرمانی و مقام سومی رو داره. ولیزاده محمد، او هم اهل ارومیه هست، سرویس رو میزنه، دریافت از آرمان صالحی، بهنجات برای احتاز ردگر با روی بند کفشای محمد ولیزاده توپ فرود میاد. 3-1 به سود شهرداری ارومیه هست. احد رضایی به خط سرویس. جدال دو تیم خوب، شهداب با کسب رتبه سومی دور گروهی رو به پایان برد، شهرداری ارومیه رتبه هفتم رو به خودش اقتصاد. احد رضایی، جدال دو قطر پاسور ارومیه دو تیم هم هست، سرویس رو به تور میزن. نتیجه 3-2 به سود ارومیه هست. فردا شب جدال های برگشت مرحله نیمه پایانی رو شاهد خواهیم بود که پیکان و فولاد سیرجان برای بار دوم به مساف هم خواهند رفت. بازی اول رو فولادی ها 3-1 بردن از پیکان. رضا رضایی، جاوید اسماعیل یک لحظه توپ از دستش خارج میشه. آرمان صالحی برگشت توپ به زیبایی در زمین شهداب، حضرت پور، ایلشن داوودی پور برای میثم صالحی. 3-3 بازی رو برابر میکنه میثم. میثم صالحی، رضا رضایی، محمدرضا حضرت پور و محمد ولیزاده چهار بازیکن ارومیه تیم شهداب رو در زمین تشکیل میده. از 6 بازیکن یا 7 بازیکن با احتساب لیبرو، 4 بازیکن اهل ارومیه. رضا رضایی بازیکن فصل پیش پیکان، سابقه طولانی در شهداب داره، در خط سرویس هست.
سر و صدای کرکننده تماشاگرا. یک سرویس خطرناک رو دستای فیاضی، فیاضی رو دست دو دفاع توپشو توپگیری میکنه به هر زحمتی از باسم میسم. این بار توپگیری از آرمان سالی برگشت دو باز فیاضی. ایلشان داوودی پور جای خالی میندازه، چقدر خوب و با اعتماد به نفس. پاسور جوان و جویای نام گلستانی شهداب مزد اعتماد کادر فنی رو به خوبی بعد از مصونیت مهدوی داد. 4-3 بر میگرده بازی به سود شهدابیا. بازم رضا رضایی در خط سرویس. در دور گروهی هر دو بازی رو شهدابیا بردن از شهداب، اما محله پلی‌آف از دو داستان و حکایت متفاوت. دریافت نه چندان خوب از فیاضی، کاملا دریافت های شهرداری رو تحت تاثیر قرار داد با سرویس های خوب شهدابیا. این بار برای رضا رضایی دفاع میشه. این بار پوریا فیاضی در منطقه 4 تیمی دفاع میکنه. رضا رضایی رو نتیجه برابر 4 میشه. بهترین بازیکن جدال سوم با طبیعت پوریا فیاضی، مرد با تجربه میدان دیده والیبال هست. سرویس رو او خواهد زد. نتیجه 4-4 مساوی. جای همه شما عزیزان خالی است در روی سکوهای فوقانی و پایین سالن آزادی، کاملا پر و مملو و تماشاگر. از این بار برای احد رضایی در منطقه 2 پنجمین امتیاز رو او میگیره. 5-4 به سود شهرداری ارومیه، تیمی که از کوره راه های تنگ و باریک در عین ناامیدی به مرحله پلی آف را پیدا کرد با پیروزی های درخشان. سرویس رو پوریا فیاضی خواهد زد، تیمی که به یک بار زنده شد. فیاضی دریافت از حاجی پور، مستقیم امتیاز میگیره. پوریا فیاضی ششمین امتیازم برای شهرداری به دست میاره. اگر او همون پوریای جدال سومه با طبیعت باشه کار شهداب سخته. به هر حال در غیاب مهدی مهدوی، پاسور ناماشنا و سابق تیم ملی که به دلیل مصدومیت کل لیگ رو از دست داد، حالا در سالن هم حضور داره. بازم فیاضی این بار سرویس بردارش به تور حسابت میکنه. نتیجه 6-5 به سود شهرداری ارومیه هست. در این روزا و ایام تعطیل اتوبوس های متعدد از ارومیه یز رای تهران شده. به عشق والیبال، به عشق حمایت از تیمای محبوبشون در سالن حضور دارن. سرویس رو میثم صالحی هم به تور میزن. هفتمین امتیاز هم برای شهرداری ارومیه. در بخش بانوان هم تماشاگرهای طرفدار ارومیه زیادن با بادکنک های به رنگ قرمز، تماشاگرهایی که با شالگردان های قرمز و سفید در سالن حضور دارن. عطا زراعتگر، مرد 2 متر 11 سانتی متری میدان. بازم ایلچن داوودی پور برای مسعود غلامی تکدفاع میشه توسط کاپیتان تشکری. حساب کار 8-5 به سود شهرداری. شهرداری با روی مضاعف از پیروزی مقابل تیم خوب طبیعت به مرحله نیمه نهایی آمد. هیچ کس انتظار حضورش حتی در مرحله پلی آف نداشت، اما هم پلی آف آمد و هم مرحله اول پلی آف 1/4 پایانی رو هم با پیروزی پای سر گذاشت. حالا فرصت برای حاجی پور، یک آبشار خوب از منطقه 4. حاجی پور، بهنام حاجی پور تالخویی، امتیاز ششم برای شهداب بده. مسعود غلامی در خط سرویس قرار میگیره، کاپیتان اصفهانی شهدابی ها. دریافت از آرمان سالی، بازم برای آرمین تشکری موفق. روی پاس کوتاه دریافتی از ارشیا بهنژاد در نیم فصل دوم در موفقیت های شهرداری
نقش پررنگی داشت، پاسور جوان تهرانیه. نیم فصل دوم شهرداری ارومیه هست، نیم فصل اول رو با سایپا بود. حضرت پور، ایلشن داوودی پور حمله پای برای میثم صالحی، از این توپا به راحتی نمیزد. 9-7 همچنان به سود شهرداری ارومیه هست. ایلشن داوودی پور در چرخش بازی به خط سرویس بود. پاسور پرهنر گلستانی شهدابی ها، یک رو دستای اسماعیل زاده، خود اسماعیل زاده دفاع ناقص در منطقه دو، محمد ولی زاده و بهنام حاجی پور از پس او بر نمیاد. 10-7 به سود شهرداری است. زیبایی این بازی رو صد چندان کردن این تماشاگرای پرشور از شهرهای یزد و ارومیه، زینت بخش سکوهای سالن آزادی شدن. داوودی پور برای حاجی پور، جاخالی او رو جمع میکنه، آرمان صالحی، بهنژاد برای فیاضی، تو به او هم جمع میکنه، حالا برای رضا رضایی، دفاع خوب از بازیکنهای ارومیه، بر میگرده ایلشن داوودی پور به زیبایی، رالی قشنگی در حال رقم خوردن است، فرصت برای فیاضی، جای خالی رو خوب دید. 11 امتیازم برای ارومیه به دست میاد. شهرداری ارومیه 11 امتیاز رو هم در جدال با شهداب میگیره. وقت استراد اول رو محمدرضا تنروان درخواست. محمدرضا تنروانی که سابقه سرمربیگری و مربیگری شهرداری ارومیه رو در سالهای نچندان دور در کارنامه داره. برمیگردم بازیکنهای هر دو تیم به میدان. جاوید اسماعیل زاده جای پاشو در بازیهای قبلی محکم کرد. چند بازی اخیر شهرداری امیر خداپرستی و امیرزا آفتاب آذری رو کاملا نیمکت نشین کرد. جاوید اسماعیل زاده با قد و قواره بسیار عالی، دریافت از حاجی پور مناسب نبود، پاسش دریافتش ناقص بود به نام حاجی پور. امتیاز 12 هم برای شهرداری به دست. او هم در نیم فصل دوم از گیتی پسند به باشگاه سابق خود شهداب برگرد. فاصله حالا بیشتر شد، 5 امتیاز. بازم جاوید، در حقیقت باید گفت ارومیه یا سرزمین والیبال هم. با مردان بزرگی که تقلیم والیبال کردم. ایلشن داوودی پور باز هم برای حاجی پور، این بار دفاع دو نفره آرمین تشکری فیاضی توپ رو به خارج میفرستن در منطقه چاره تیمی. 12-8 حاجی پور بازیکن دریافت کننده قدرتی شهدابیات در پست دو بازی و میثم صالحی در پست 4. یک سرویس به خارج زمین. 13 امتیازم برای شهرداری ارومیه به دست در تیم شهرداری ارومیه. در پست دو پوریا فیاضی بازی میکنه، بازیکن نامدار و صاحب نام والیبال. در پست 4 هم جاوید اسماعیلی، آرمین تشکر، او هم بازیکن سابق تیم ملی. دریافت از حضرت پور، داوودی پور برای میثم چقدر عالی و راحت ضربه می. 9 امتیاز برای شهداب، بازیکنی که در نیم فصل دوم در حال تبدیل شدن به همون بازیکن تیغدار سالهای نچندان دور هست، میثم صالحی که با کاله مازندران در والیبال مطرح شد. 13 محمد ولی زاده، دریافت از جاوید اسماعیل زاده، فرصت برای پوریا فیاضی، باز هم با دست دفاع استاد
زدن این گونه توپا و امتیازگیری است از رضا رضایی و مسعود غلامی در منطقه دو دفاعی شهداب کاری ساخته نبود. پنج امتیاز به هر شکلی حفظ میشه. 14 عهد رضایی به خط سرویس میره. متپاسور ارومیه شهرداری، او به تور میزنه، او به تور میزنه و دهمین امتیاز رو شهداب میگیره. رضا رضایی در خط سرویس برای شهداب، دریافت سخت از آرمان صالحی برای رضا رضایی، موفق هست. توپ رو گم میکنه یک لحظه. مسعود غلامی در کنار میثم در مقابل احد رضایی تسلیم شد. 15 امتیاز برای شهرداری ارومیه، 5 امتیاز اختلاف در دست اول. پوریا فیاضی در خط سرویس برای شهرداری، بازیکنی که سالها بعد از بازی در سایپا و شهرداری ورامین برای ارومیه ها بیشترین حضور رو داشت. حالا برای میثم صالحی دفاع، عطا زراعتگر در کنار ارشیا بهنژاد، امتیاز 16 هم برای ارومیه ها به دست میاد. شهرداری 16، شهداب 10. خب دو بازیکن خارجی رو تون روان به میدون میسه. رادوسلاو پاراپانوف به همراه آرسونسکی، میلوش بازیکن پاسور سربستانی رو دو تعویزه به میدون میاد. 16 ببینیم از این تعویزا چه امتیازی خواهد گرفت. شهداب یزد دومین وقت سرعت رو هم میگیره آقای تون روان. فاصله حالا لحظه به لحظه بیشتر شد، از 1 2 امتیاز حالا به 6 فاصله رسید برای ارومیه ها. ارومیه ها فینال های کمی رو هم تجربه نکردند، اما هرگز قهرمانی نداشتند. باید دید آیا این بار تلس با عبدالرضا علیزاده و سرمربی جوان و آینده دار والیبال برای ارومیه ها، تلس خواهد شکست یا خیر. شهداب دو عنوان قهرمانی رو تجربه کرد، اگر این بار هم قهرمان بشه سومین قهرمانی پیاپی این تیم خواهد بود. پوریا فیاضی در خط سرویس، دریافت با پنج از میثم صالحی، یک کار سرعتی از مسعود غلامی، توپگیری عالی از احد رضایی، خودش هم توپگیری کرد و هم آبشار عالیش از منطقه دو تبدیل به امتیاز 17 شد. 17 فاصله حالا لحظه در حال بیشتر شدن. فیاضی بازیکن مختدر در حد یک فوق ستاره در بازی سوم با طبیعت حاضر شد. یک سرویس عالی به خارج رفت. تقاضای بازبینی فیلم رو عبدالرضا علیزاده خواستار میشه. باید دید آیا داخل بود یا خیر. فعلا 17-11 به سود شهرداری است. همه نگاه به اسکور بورد سالن والیبال آزادی است. خوب به خارج دارد. ولی با فاصله مویی و در واقع خیلی ناچیز. 17-11 پاورجا میمونه. نظر داورا تایید میشه. صابر جواهری جانشین میثم صالحی میشه. حالا تغییرات در ترکیب تیم شهداب رو به افسایش میده. البته برای زدن سرویس صابر جواهری رو به میدونه.
سر و صدای تماشاگر ارومیه‌ای برای به هم ریختن تمرکز زننده سرویس از تیم شهداب. جواهری میزن دریافت میکنه فیاضی، این بار برای اسماعیل زاده جاخالیشو جمع میکنن. میلوش برای حاجی پور، دفاعی ناقص از عطا زراعتگر. 17-12 به سود شهرداری ارومیه هست. فاصله باز هم از 7 امتیاز به 5 امتیاز کاهش پیدا می‌کنه. بازم جواهری برای بار دوم سرویس خواهد. دریافت بهنژاد برای احد رضایی، این بار آبشارش به خارج میره. 13 امتیاز هم برای شهداب. حالا شهداب کم کم خودش در حال بالا کشیدن. خوشحالی تماشاگرای یزدی فوق العاده است. هفده 13 به سود شهرداری ارومیه هست. وقت استراد رو عبدالرضا علیزاده میگیره. بازیکنای شهداب رو ملاحظه میکنم و این سو عبدالرضا علیزاده و بازیکنان شهرداری ارومیه رو. برمیگردم بازیکنای هر دو تیم به میدان. فاصله 4 امتیاز شد. هنوز شهدابی ها میتونن شانس برگشت به بازی رو داشته باشن. جواهری دریافت به خوبی توسط فیاضی، دفاع میشه. احد رضایی رو به نام حاجی پور با کمک مسعود غلامی در منطقه 4 دفاعی از کار مینداز. 17-4 3 امتیاز. دو تعویزه رو عبدالرضا علیزاده در دستور کرد. سینا علیزاده، هومن شرقی به میدون. ببینیم با این تغییر تاکتیکی که شهدابی‌ها جواب گرفتن، آیا ارومیه‌ای هم میتونن از بحران خارج شن یا خیر. با توجه به اینکه خانوما همشیره های شما این بانوان از اشرت در سمون پشت دارن، خواهش میکنم شهدان گرد، خواهش میکنم از بدن شعارهایی که مقایل به اصول ورزش رفت رو باشد خودداری کنید. یک لحظه بازی رو متوقف. حالا بازم صابر جواهری، تعویض خوبی بود برای شهداب، حداقل سرویس های سالم بود. علیزاده فرصت برای هومن شرقی، بازم این بار کوتاه برای عطا زراعتگر، پاسش خوب نبود. هفده 15 همچنان به سود ارومیه ها. در کردم خوب خودشون رو شهدابی ها رسوندن. بازم یک سرویس دستای فیاضی، حالا بازم پاس خوبی نبود، خطای بازیکنان ارومیه گرفته میشه. 17-16 شهداب خودشو میرسونه. هرچه دو تعویزه شهدابی ها جواب داد، دو تعویزه های شهرداری جواب نداد و مجبور به برگرداندن دو تعویضه خودش شد عبدالرضا علیزاده. مهم هست، تجربه بسیار در مربیگری هم تاثیرگذار هست. بی‌تردید
17 شان یک امتیاز فاصله شهداب و ارومیه شد از 7 امتیاز. صابر جواهری بازم یک سرویس خوب دو دسته، این بار آرمان صالحی. فرصت برای احد رضایی، توپگیری عالی از حضرت پور. فرصت برای بازیکنهای شهرداری ارومیه بود، توپ درست روی تور در منطقه دو در اختیار ارشیا بهنجات قرار گرفت و به خوبی از این فرصت استفاده کرد. 18 شانده شانده ارومیه ها آرمین تشکری جانشین آرمان صالحی میشه در جلوی تور. زرادگر در خط سرویس برای شهرداری ارومیه، دریافت پنجه از حضرت پور، پاس کوتاه برای مسعود غلامی، علا فیاضی میسازه برای احد رضایی و 19 امتیاز. باز هم با برگرداندن دو تعویض خودش عبدالرضا علیزاده تیمشو زندگی دوباره بخشید. 19 شانزده زردگر همچنان در خط سرویس برای بار دوم، دریافت از جواهری برای حاجی پور در منطقه جار، آبشارشو میزنه در منطقه جش، زردگر رو مغلوب میکنه. 19-17 به سود شهرداری ارومیه هست. مسعود غلامی در خط سرویس برای شهداب، بهنجاد برای آرمین تشکری، 20 امتیاز برای شهرداری ثبت میشه. 20-17 ارشیا بهنجاد هنوز سرویس رو روانه زمین شهداب نکرد. 20-17 دریافت با پنج از جواهری برای پاراپانو، خطای تور بازیکنهای ارومیه گرفته میشه. 20-18 همچنان شهداب به دنبال گرفتن و کاستن از امتیازات از دست رفته هست. ایلشن داوودی پور و رضا رضایی بر میگرد، میلوش به همراه رادوسلاو پاراپانو از بازی خارج میشه، خود ایلشن به خط سرویس میره به مزاحم پاسوری که چند سالی در ترکیب تیمای پایه والیبال ما با شهداب حضور داره، امسال فرصت بیشتری نسبت به سال قبل پیدا کرد. دریافت از صالحی، بهنجاد ضربه نرم آرمین تشکری رو جمع میکنه، این بار برای بهنام حاجی پور. 19 امتیاز رو با یک جای خالی و زدن توپ به زیر دستان جاوید اسماعیل زاده و آرمین تشکری برای شهداب میگه. 20-19 یک امتیاز فاصله است. داوودی پور ملاحظه میکنی خاطر پرهنر، فرصت برای اسماعیل زاده دفاع ناقص، حاجی پور در منطقه 4 دفاع ناقصی رو 21-19 حالا بازی رقابتی تر و پایا پای میشه. جاوید اسماعیل زاده در خط سرویس، بازیکنی که با آذرباتری در والیبال مطرح شد. دریافت با پنجه از جواهری، یک کار سرعتی برای محمد ولیزاده، آبشارش به خارج میره. 22 امتیاز هم برای ارومیه ها به دست میاد که به این شکل متحد و یک دل بودند در همه بازی های هفته های اخیر. 22-19 به سود شهرداری ارومیه هست. جاوید اسماعیل زاده در خط سرویس،
دریافت از حضرت پور، داوودی پور. این بار دیگه اشتباه نمیکنه، پاس کوتاهی ایلشن داوودی پور رو با یک ضربه خوب محمد ولیزاده تبدیل به امتیاز 22 میکنه. 22-20 همچنان به سود شهرداری ارومیه در دست اول هست. دومین جدال از مرحله رفت نیمه پایانی با این بازی پرونده رقابت های رفت نیمه پایانی بسته خواهد شد. حاجی پور به خارج میده. این دومین سرویس به خارج رفته او بود. 23-20 به سود شهرداری ارومیه. آرمین تشکری به خدا شد. آرمین تشکری روی دستای حضرت پور، داوودی پور، برای رضا رضایی موفق هست. رو دفاعی دو نفره فیاضی و عطا زراعتگر در منطقه یک لحظه رضا رضایی زیر تور یک مقدار عصبانی میشه. نتیجه 23-21 هست. فرا میخونه داور دوم رو وحید پورکاشیان. ملاحظه میکنید وحید پورکاشیان داور بین‌المللی به همراه حامد آقبراری داور دوم این دیدار که به تازگی بین‌المللی شد، داور مازنی و کارت زردی که نصیب رضا رضایی شد. این یک تذکر جدی است. 23-21 خیلی زود بازیکنهای ما از کوره در میرن. در مقابل ناملایمات صبور نیستن. 23-21 با یک چشم نازک کردن همه چیز به هم ریخته. در بازی‌های قبلی هم شاید این اتفاقات بودیم. سرویس رو محمد ولیزاده خواهد داد. دریافت از آرمان صالحی برای پوریا فیاضی. عالی میزنه در منطقه 3، امتیاز رو به 24 میرسونه برای اون میگه. حالا شهرداری فقط یک امتیاز میخواد که دست اول رو به سود خودش به پایان بره. خوشحالی تماشاگرای ارومیه و سکوت تماشاگرای یزدی در این لحظه. احد رضایی مکان زدن سرویس رو عوض میکنه با نظر عبدالرضا علیزاده. به تور میزنه. 24-22 هنوز چیزی برای هر دو تیم تمام نشد. نه برای شهرداری که دو امتیاز پیش است، نه برای شهرداری که دو امتیاز عقب. رضا رضایی به خط سرویس می. همین بازیکن که ملاحظه میکنید. اهل ارومیه هست. روی دستای صالحی برای احد رضایی تمام میکنه کارو. یک رضا رضایی سرویس میزنه، احد رضایی کارو برای ارومیه تمام کنه. 25-22 دست اول رو شهرداری ارومیه از شهداب میبره. استراحت میکنیم. به مزه شروع دست دوم مجددا با شما خواهیم بود.
به دست دوم میدیم. این بار شروع کننده بازی شهدابی ها خواهند بود. دست اول رو 25-22 واگذار کرد به نام حاجی پور. اولین زننده سرویس برای شهداب یزد خواهد بود. ترکیب دو تیم همون ترکیب شروع بازی است. سرویس اول رو میزن. دریافت از تشکری خودش. توپگیری عالی از ایلچن. حضرت پور میسازه پاس پشت رو برای رضا رضایی. پاس عالی رو داد. محمد رضا حضرت پور اولین امتیاز رو رضا رضایی برای شهداب بگیره. بازم حاجی پور. اهل گیلان هست. سابقه بازی در تیم‌های شهروند و شهرداری عراق و تایپای تهران رو و گیتی پسند رو در کارنامه داره. فرصت برای احد رضایی توپش رو جمع میکنه. این بار رضا رضایی. توپگیری عالی از جاوید اسماعیل‌زاده. فیاضی دفاع بلند از بازیکنهای شهداب. بازم فیاضی در منطقه جاست. این بار توپش رو درست روی نقطه انتهایی زمین در منطقه یک فرود میده. یک دو تیم مساوی میشه. حال و هوای سالن کاملا عوض شده با این تماشاگرای پرشور. باید به همت بلند این تماشاگرا درود فرستاد. کیلومترها مسیر رو طی کردن. فرسنگا راه رو پشت سر گذاشتن تا خودشون رو به تهران برسونن. داودی پور برای میثم در منطقه 4. میثم اگه سرحال باشه به هر حال شهدابیا اوضاعشون رو به راه خواهد. دومین امتیاز رو میثم میگیره برای شهدابی. محمد ولیزاده به خط سرویس. او سابقه بازی در تیم شهرداری ارومیه رو یک نایب قهرمانی رو با این تیم در کارنامه داره. محمد ولیزاده رو دستای اسماعیل زاده. پوریا فیاضی باز هم با هوشمندی خاص خودش پشت دفاع. برابر 2 میشه. 2-2 همه چیز مساوی. بازی رو 1-0 ارومیه ها بردن. عهد رضایی به خط سرویس. دریافت از میثم صالحی. پاس بریده برای مسعود غلامی. سومین امتیازم برای شهداب حاصل. رضا رضایی برای شهداب سرویس کرد. نتیجه 3-2 به سود شهداب هست. به تور میزن. به لبه تور برخورد میکنه. بر میگرده به زمین خودی. 3-3 بازی مساوی. پوریا فیاضی. در خط سرویس. هنوز سرویس رو نزد. پرشی خواهد زد. یک سرویس عالی رو دستای بهنام آگیپور برای رضا رضایی. از 2 دفاع مغلوب می‌سازه در منطقه 4 دفاعی حریف. نه جاوید اسماعیل زاده نه عطا زرادگر دستان باز اونها اجازه رو میده که رضا رضایی پشت خط 1/3 ضربه‌شو تبدیل به برتری 4-3 شهداب کنه. میثم صالحی چهره محمدرضا تندروان رو مشاهده می‌کنه. یه قهرمانی رو با فولاد سیرجان داره. سرویس میثم هم به طور حسابات. 2 سرویس پیاپی رو شهدابی از دست میدن. 4-4 مساوی. عطا زرادگر سرویس پرش موجی خواهد زد. رو دستای حضرت پور. داودی پور برای مسعود غلامی موفق هست در زدن آبشار کوتاه در منطقه است.
5 4 با تیم ملی والیبال مردان ایران در سال 2017 مدال برنز جام قهرمانان قاره ها رو گرفت در ژاپن. دریافت از آرمان صالحی خوب نبود، خطای توپ رد رو بهنژاد دریافت نچندان خوب، برتری 6-4 به سود شهداب هست. دست اول در چنین امتیازی شهرداریش 6-4 پیش بود. غلامی مسعود برای بار دوم سرویس خواهد زد. دریافت از آرمان صالحی، یک پاس بریده برای تشکری، دفاع میشه توسط محمد ولیزاده. 7-4 به سود شهداب. عبدالرضا علیزاده تقاضای وقت استراحت برای شهرداری ارومیه میکنه. یکی از دو وقت استراحت 30 ثانیه خودشو درخواست میکنه. فردا شب جدال برگشت اول نیمه نهایی بین پیکان و فولاد سیرجان ایرانیان خواهد بود. چهارشنبه شب همین بازی مجددا در همین سالن در دیدار برگشت دوم نیمه پایانی تکرار خواهد شد. اگر بازی ها بازی فولاد و پیکان به بازی سوم بکشه، پنجشنبه شب هم اون دیدار برگزار خواهد شد، و اگر این بازی هم به بازی سوم بره، جمعه شب تاریخ از قبل تعیین شده برای بازی سوم دو تیم خواهد بود. 7-4 فعلا به سود شهداب هست. اینم جایگاه ویژه وحید مرادی نایب رئیس فدراسیون در کنار رئیس سازمان لیگ. سرویس رو غلامی میده. حالا برای جاوید اسماعیل زاده در منطقه 4 موفق هست. پنجمین امتیاز جاوید میده. ارشیا بهنژاد به خط سرویس. با تیم ملی نوجوانان سوم جهان شد و با تیم ملی جوانان قهرمان جهان شد. شوخی نیست. یک کارنامه پربار در ابتدای جاده شهرت. بازم برای حمله پای برای میثم صالحی، به خوبی ضربه رو تبدیل به امتیاز 8 میکنه برای شهر. ایرشن داودی پور در منطقه 1/3. حالا برای آرمین تک توپگیری عالی از خود ایلشن، برای رضا رضایی توپگیری ارومیه یا ناقص میمونه. امتیاز 9 هم برای شهداب با کار خوب ایلشن داودی بود. از کردم قد و قامت آنچنانی نداره، اما مملو و مشهون از هنر هست توپگیر. شاید فقط نتونه در دفاع روی تور کمک آل تیمش باشه، وگرنه در بقیه جهات یک پاسور عالی، جوان، جویای نام، با پنجه های بسیار ظریف. 9-5 رو دستای آرمان صالحی. حالا برای پوریا فیاضی با تجربه هست، امتیاز 6 رو میگیره. 9-6 به سود شهداب. جاوید اسماعیل زاده به خط سرویس میره در امتیاز 9-6 به سود شهداب. شهرداری ارومیه دست اول رو 25-22 برد. خود جاوید. اون دستای حضرت پور، داوودی پور برای رضا رضایی، عالی میزنه در منطقه شهر. امتیاز 10 برای شهداب به دست میاد. به نام حاجی پور.
دریافت عالی از آرمان صالحی. پوریا فیاضی تک دفاع میشه توسط رضا رضایی. خوب بازی کرده. 11 امتیاز و رضا رضایی در منطقه 2 میگیره. اونم از چه کسی؟ از پوریا فیاضی. 11-6 همچنان به سود شهداب هست. به نام آجی پور. دریافت نچندان خوب از جاوید اسماعیل‌زاده. این بار هم فیاضی دفاع میشه، اما دفاع دو نفره ولیزاده و رضا رضایی در منطقه 2 توپ رو به خارج ارسانه. 11-7 4 امتیاز در دست اول. همین فاصله رو ابتدا شهرداری ایجاد کرد. آرمین تشکری در خط سرویس. دریافت از حاجی پور برای رضا رضایی از زیر دست های عطا زرادگر و فیاضی. امتیاز 12 رو میگیره. خوب بازی میکنه برای شهداب رضا رضایی. محمد ولیزاده به خط سرویس میره. مدافع میانی ملی پوش شهدابیا. روی دستای آرمان صالحی. بهنژاد برای احد رضایی دفاع میشه توسط میثم صالحی. 13 امتیاز هم برای شهداب حاصل. محمد ولیزاده کاملا برعکس شده بازی اون چه که در دست اول شاهد بودی. حالا همه چیز به دلخواه یزدی هاست. ولیزاده یک سرویس خوب رو میزنه، بر میگردن مستقیم فیاضی. این بار هم رضا رضایی موفق هست. 14-7 در چند مرحله فیاضی رو ناکام ساخت رضا رضایی. حالا فیاضی صحبت میکنه. خطایی هم نبود. همچنان صحبت های فیاضی. پای سکوی داوری با وحید پورکاشیان داور معجوب تهرانی. 14 محمد ولیزاده. دریافت از آرمان صالحی برای رضا رضایی. این بار دیگه در منطقه 2 موفق تر از میثم تو بشو تبدیل به امتیاز 8 میکنه. 14-8 6 امتیاز اختلاف. خب این بار دو تعویزه رو در عین عقب ماندگی عبدالرضا علیزاده با آوردن سینا علیزاده و هومن شرقی به جای ارشیا بهنژاد و احد رضایی انجام میده. سینا علیزاده در شروع آمدنش در دست دوم، در دست اولم آمدن به میده. دریافت از میثم صالحی. پاس کوتاه برای مسعود غلامی. برگشت توپ از فیاضی جای خالی رو دید، اما به خوبی توپگیری شد. حالا رضا رضایی. نهمین امتیاز آبشارش به خارج رفت. بازم سینا علیزاده. امروز ترجیح آقای عبدالرضا علیزاده بود که به جای اردلان سید عباسی او را به عنوان پاسور دوم برگزید. دریافت از حضرت پور. حالا برای میثم دفاع میشه در صد هومن شرقی. 14-10 این بار میثم رو دفاع میکنن در منطقه 2 تیمی به منطقه 4 علی. وقت استراد رو محمد رضا تندروان میگیره. نتیجه بازی در دست دوم 14-10 هست. 25-22 دست اول رو شهرداری ارومیه برد. تماشاگرای هر دو تیم مدام دست از تشویق تیمشون بر نمی‌دارن با شعارهایی که در سالن آزادی
سر میده. اینم تماشاگرای خوش‌ذوق ارومیه‌ای که مشاهده میکنید، بخش اعظم سکوها رو اونا به تصرف خودشون در آورده. بازیکنای دو تیم برمیده، علیزاده برای سومین بار سرویس کرد، این بارم دریافت نشندان خوب، مستقیم بر میگردونه و به سود ارومیه میگیره. 11 امتیاز، درست همون صحنه هایی که در دست دوم برای یزدیا در حال تکرار شد، حالا برای ارومیه ها در حال کاستن از امتیازات از دست رفته و جبران مافاد. 14-11 با حالا دو تعویضه به موقع بود از عبدالرضا علیزاده حداقل تا اینجای کار. بازم سینا علیزاده، پاسور جوانی، ایلشن داوودی پور، این یک دفاعی سه نفره خوب، عطا زراعتگر میثم را از کار مینداد. 11 امتیازم برای 12 امتیازم برای ارومیه ها ثبت میشه. حالا دو تعویضه برای نه پاتور عوض میشه، دو تعویضه نیست، میلوش آرتونوسکی جانشین ایلشن داوودی پور میشه، پاتور سربستانی. علیزاده 14-12 این بار سرویس شو به خارج میده. 15 امتیازم برای شهداب، رضا رضایی به منطقه سرویس میده. رضا رضایی دریافت از آرمان صالحی، پاس کوتاه برای عطا زرادگر موفق، جدال دو مدافع میانی دو تیم رو عطا زرادگر میبره با 2 متر و 11 سانتی‌متر. 15-13 بسیار بلند قامت، در کار دفاعی بسیار عالی است. 15-13 به سود شهداب. پوریا فیاضی ببین این بار چگونه سرویس خواهد زد. آرام رو دستای میثم صالحی، برای خود میثم عالی میزنه. این بار اصلا مدافعان ارومیه فرصت پیدا نمی کنن، مجالی برای پریدن. 16-13 در منطقه 4 آبشاری شده، خود میثم به خط سرویس می 16-13 به سود شهداب. به تور میزن. 14 امتیازم برای شهرداری به دست. برای زدن سرویس زردگر رو از بازی خارج میکنه. امیر خداپرستی یک بازیکن دریافت کننده قدرتی رو به جای مدافع میانی به میدون میاره. غنی‌زاده 16-14 همه اینا برای استفاده از تک تک ویژگی های بازیکن های حاضر در روی نیمکت هست. خداپرستی چه بد موقعی و چه جواب بدی میده به اعتماد آقای عبدالرضا علیزاده، بلافاصله هم زمین بازی رو ترک میکنه. زراعتگر هم جای خودش به آرمان صالحی میده. 17-14 به سود شهداب هست. مسعود غلامی سرویس رو غلامی میزن، دریافت از صالحی، فرصت برای هومن شرقی از تک دفاعی به نام آجبور در منطقه 4 تیمی عریب مغلوب میزن. 17-15 همچنان شهرداری در تلاش و تکابوی رساندن خودش به حریف. خوشحالی تماشاگرای ارومیه ای رو مشاهده می کنید، یک صدا از ابتدای بازی همین تماشا. هومن شرقی دریافت از حضرت پور، میلوش
برای رضا رضایی از دو دفاع آرمین تشکری جاوید اسماعیل زاده در منطقه 4 مغلوب میشد. 18-15 میلوش خودش به خط سرویس میده. او در نیم فصل دوم پس از اینکه مهدی مهدوی رو از دست دادن او به ترکیب اضافه شد در کنار ایلشان داودی پور. سرویس رو میلوش خرد. آرمان صالحی یک کار سرعتی از آرمین تجربه توپگیری میشه. حالا برای حاجی پور ضربه نرم او درست در منطقه یک. خوب دید جای خالی رو. 19 امتیاز هم برای شهداب با هوشمندی به نام حاجی پور. میلوش برای بار دوم سرویس خواهد. میلوش حالا در خط سرویس هست. صحبت میکنه محمدرضا تنروا مدام با مردان دفاعی جلوی تورش. نوزده پانزده رو دستای به خارج زمین رو دست کسی هم احتیاج نبود بزن. 16 امتیاز میلوش از دست. ببینیم تون روان صحبت میکنه. دعوت به آرامش از سوی وحید پورکاشی. 19-16 جاوید اسماعیل زاده در خط سرویس برای ارومیه. دریافت از حاجی پور. میلوش برای رضا رضایی رو دست سه دفاع میزن. 20 امتیاز و مرد شماره 20 یزدیا میگیره، یعنی رضا رضایی. حاجی پور دست دوم رو فکورانه بازی کردن شهدابی ها. از اون جنگندگی دست اول در نزد شهدابی اومه خبری نبود. رو دسته جاوید اسماعیل زاده. حالا برای رضا رضایی و برای احد رضایی. این بار احد. حالا نبرد دو ارومیه ای. یکی رضا رضایی در تیم شهداب و دیگری احد رضایی در ترکیب شهرداری. 20-17 مرد شماره یک شهرداری احد رضایی است. البته پیران شماره یک هست. با مرد شماره یک بگیم خدای نکرده شاید اشافی هم باشه در حق بقیه بازیکنهای خوبه ارمیه. دریافت میشه. میلوش برای رضا رضایی باز هم موفق. 21 امتیاز رو هم مرد شماره 20 میگه. 21-17 به سود شهداب هست. همون 4 امتیازی که پیش بودن رو به نوعی مدیریت میکنه. هرچه بازی رو به پایان میره این 4 امتیاز غنیمتی مخصوصا در این بازی سنگین و نزدیک. ولیزاده سرویس خواهد برای شهداب. دریافت با پنجه از اسماعیل زاده. حالا برای بازم احد رضایی از دو دفاع مسعود غلامی و میثم در منطقه 4 تیمی حریف تو به شو عبور میده. 21-18 احد رضایی به خط سرویس میده. رو دستای میثم صالحی. چه پاس خوبی رو داد میلوش اما رضا رضایی ناموفق بود. 21-19 وقت استراد رو محمدرضا تنروا میگیره. حالا هر دو وقت استراد خودش رو درخواست کرد. بازی 21-19 هست. 2 امتیاز اختلاف. دست اول رو 25-22 بردن.
21-19 شعار تماشاگرای طرفدار شهرداری ارومیه بر علیه ارومیه های شهداب در سالن دلیل انداز میشه. درست نیست، ورزش حرفه ای است. حالا باز هم نماینده سازمان لیگ این بار مجبور به دادن تذکر به تماشاگر ارومیه میشه. آقای شهباز صدری داور ارشد بازنشسته بین المللی میخواد تماشاگرها با توجه به حرمت مردانشون عزیز پردوی، یدالله کارگربیجو، ابراهیم وطن پرست به حمایت از تیم خودشون بپردازند و کاری هم به بازیکنهای همشهری خودشون در مقابل تیم مقابل نداشته باشند. سرویس رو عهد رضایی میزنه میلوش برای رضا رضایی، دفاع میشه، تک دفاع میکنه فیاضی. 21-20 بازی همچنان به سود شهداب هست. خیلی خوب خودشون فاصله 4 امتیازی رو در حال جبران کردن هست. حتی فاصله 7 امتیازی رو در بخشایی از بازی عرض کردم، کپی برداری انگار شهرداری از روی دستای شهداب در دست اول هست که 22 شد. ببینیم این دست رو کدام تیم خواهد بود. عهد رضایی در خط سرویس، دریافت از میثم صالحی برای رضا رضایی، این بار جبران میکنه، این بار فیاضی رو در مقابل خودش جا میده. 22مین امتیاز برای شهداب به دست میاد. خود رضا رضایی رضایی به تور میزنه، چه هنگامی هم میزنه. 21مین امتیاز برای شهرداری سر، همچنان اپام و التهاب سایش و بر سر بازی افکنده کامل. حالا ارمیه ها در یک قدمی مرز تساوی قدم هست. پوریا فیاضی بسیار سرویس مهمی است برای ارومیه ها. دریافت میثم صالحی، خود میثم امتیاز 23 رو برای شهداب میگیره. هم دریافت خوبی رو انجام داد، هم حمله خوبی رو در منطقه شار تدارک دید. البته میلوش تدارک دید، او خوب به اجرا در آورد. رضا عابدینی و صابر جواهری به میدون میان. صابر برای زدن سرویس، عابدینی جانشین میثم صالحی میشه. رضا عابدینی خودش به خط سرویس میره، مدافع سابق تیم ملی اهل ساری است، سومین فصل حضورش رو در شهداب تجربه سال گذشته عضو باشگاه ایفا سرام با شماره 6. نتیجه 23-21 هست. روی دستای آرمان صالحی، عطا زردگر رو دفاع میکنه صابر جواهری. حالا فرصت برای عهد رضایی، توپ به خارج رفت. خط نگهدار جالبه که پرچم زد به دست خود. حالا تقاضای بازبینی فیلم رو ارومیه ها خواستار میشن. 24-21 فعلا به سود شهداب هست. نه، به دست دفاع برخوردی نداشت. 24-21 دست اول رو شهرداری 25-22 برد. حالا شهداب با سرویس مجدد رضا عابدینی، وقت استراد دوم رو عبدالرضا علیزاده میگیره. سر بزنگا، جایی که حریف برای گرفتن امتیاز آخر تلاش میکنه. تصویری از هر دو تیم رو مشاهده میکنیم. سالانی که
شلوغتر از هر شب دیگه هست. در ماه مبارک رمضان سالن والیبال آزادی، رقابتایی که بعد از چندین سال مجدداً به سال جدید موکول شده دامش. خوشحالی تماشاگرای یزدی رو مشاهده میکنیم. خیلی به شکل زیبایی ببینین این تماشاگرای طرفدار شهدابن، گاه شهدابیا گاه خوشحالی. خوشحالی تماشاگرای ارومیه‌ای همچنان ادامه داره در سالن والیبال آزادی. اما داستان شهرداری ارومیه و شهداب تمام نشده. سرویس آبدینی هم به تور حسابت میکنه. 24-22 همچنان شهداب پیش. زردگر در خط سرویس هست. میثم هم بر میگرده. آبدینی از خط سرویس جدا میشه. سرویس از عطا زردگر. دریافت از حضرت پور. میلوش برای صابر جواهری. تو به او رو بر میگردن مجدد. غلامی میلوش برای حمله پای برای میثم صالحی تمام میکنه کارو. 25-22 مشابه هم میبرن. دست اول رو 25-22 شهرداری ارومیه برد. دست دوم رو شهداب با همون نتیجه جبران کرد. منتظر دست سوم میمانیم. Thank you.
خب به دست سوم میریم. دو تیم در حال آماده شدن برای بازی هستند. حلقه اتحاد دو تیم رو در میدان شاهدید. یک یک دو تیم برابرن. شهرداری ارومیه یک، دست اول رو 25-22 برد. شهداب یک، 25-22 دست دوم رو شهدابیا برد. حالا دست سوم هست. ببینیم در دست سوم چه نتیجه رقم خواهد خورد. آیا این دست رو ارومیه خواهند برد یا شهدابیا؟ ترکیب هر دو تیم همون ترکیب شروع بازی است، بجز تیم شهداب که در این ست میلوش جانشین ایشان داوودی پور پاسور جوان کلاله ای شد که در دست اول در شروع بازی در ترکیب اصلی بود و اواخر دست دوم جای خودش رو به میلوش آرسنوفسکی داد. آغاز بازی با شهرداری ارومیه خواهد بود. آرمین تشکری، اینم چهره داور اول این بازی، وحید پورکاشیان که به همراه حامد آقبرالی از بابرسر داور بین‌المللی دیگر این بازی. سرویس رو تشکری میزن. حضرت پور دریافت کنه. میلوش برای میثم، دفاع ناقص از احد رضایی، اولین امتیاز رو برای شهداب به صرف. شهداب یک، شهرداری سه. محمد ولیزاده نخستین بازیکنی است که در خط سرویس قرار میگیر برای شهداب. رو دسته آرمان صالحی، بهنژاد برای احد رضایی توپگیری میکنه، دفاع زخمی کرد تو برو در منطقه شار که میثم باشه. حالا میثم جا خالی شو عطا زرادگر. اشتباه بهنژاد در بی‌تعادلی و آبشاری که رضا رضایی میزنه. دومین امتیاز رو رضا رضایی میگیره. 2-0 به سود شهداب. ولیزاده سرویس چه ادامه خواهد. محمد ولیزاده مدافع میانی ارومیه شهدابی به تور میزن. اولین امتیاز برای شهرداری در دست سوم به دست میاد. احد رضایی به خط سرویس میره برای شهرداری. دریافت از میثم صالحی، تک دفاع عالی از زرادگر در مقابل مسعود غلامی. رضا رضایی رو هم زرادگر دفاع میکنه. حالا برای میثم این بار دیگه با یک جهش خوب در منطقه جار امتیاز سوم رو با یک پرش در جا برای شهداب میگه. 3-1 به سود شهداب. رضا رضایی به خط سرویس میگه. دریافت از جاوید اسماعیل زاده برای پویا پریزی به شکل عجیبی تو بر میگرد. حالا برای احد رضایی، بازم حاجی پور، خطای شهدابی ها گرفت میشه. 3-2 که توپگیری خوبی داشت به نام حاجی پور. تصویر آقای حامد آقبرالی رو هم ملاحظه کردید و سرمربیان دو تیم عبدالرضا علیزاده رو با تیشرت مشکی رنگ در مقابل تیشرت توسی محمدرضا تنروا. فیاضی 3-2 به سود شهداب در دست سوم. آروم سرویس در دست میثم برای باز هم رضا رضایی در منطقه یک توپش درست به هدف میکنه. 4-2 شهداب پیش هم. میثم صالحی یک سرویس مستقیم رو دست بهترین دریافت کننده ارومیه ها که فیاضی باشه میثم میده. پنجمین امتیاز با قدرت روی یک سرویس مستقیم.
پوریا هم تا اینجای کار اون پوریای بازی سوم با طبیعت نیست. میسم در خط سوم. دریافت از آرمان صالحی به نجات برای جاوید اسماعیل زاده موفق در منطقه چهار تیم. نتیجه 5-3 هست به سود شهداب. سومین امتیاز رو جاوید اسماعیل زاده برای شهرداری گیره. عطا زرادگر در خط سرویس برای شهرداری ارومیه. دریافت دو دسته حضرت پور میلوش برای بهنام حاجی پور دفاع میشه توسط بهنژاد. بازم حاجی پور بازم دفاع دو نفره تشکری و بهنژاد. این بار برای رضا رضایی هر چه زد تبدیل به امتیاز. ششمین امتیاز رضا رضایی میگیره که یکی از روزهای خوب اوست. 6-3 خوشحالی بی حد و حصر تماشاگرای یزدی در سالن والیبال آزادی. مسعود غلامی در خط سرویس برای شهداب سرویس خرد. دریافت از فیاضی. خود فیاضی حمله پای بیجو انجام میده. یک لحظه رضا رضایی اومد توپ گیری کنه نتونست کامل بنشینه وزیر توپ قرار بگیره. نتیجه 6-4 چهارمین امتیاز رو فیاضی گرفت. بهنژاد ارشیا در خط سرویس بازیکنی که عنوان برترین پاسور رقابت های جوانان جهان رو از آن خودش سرویس رو به تور میزنه. هفتمین امتیاز. در اون بازی ها امیر محمد گلزاده عنوان بازیکن MVP یا ارزشمندترین بازیکن جام رو به دست آورد. افتخار کوچیکی نبود برای والیبال ما. دو بار در سالهای 2019 و 2023 بر سکوی اول جهان ایستاد. سرویس رو میلوش میدن برگشت میشه. بازم رضا رضایی امتیاز هشتم رو روی توپ بادآورده برگشتی میگیره در منطقه دو. 8-4 به سود شهداب هست. شهرداری کاملا از اون تبوتا به اولی افتاد. اولین وقت استراحت رو عبدالرضا علیزاده میگیره. برمیگردیم به بازی. نتیجه 8-4 به سود شهداب هست. بازم میلوش آرتنوسکی با آمدنش جریان بازی رو عوض کرد کامل به سود شهدابی هست. اون دسته جاوید اسماعیل زاده برای احد رضایی موفق در منطقه چهار. احد رضایی امتیاز پنجم برای ارومیه ها ثبت. جاوید اسماعیل زاده به خط سرویس. علیزاده نگاهی به نیمکت. وضعیت بازی رو لحظه به لحظه آنالیز میکنن سرمربیان هر دو تیم به کمک نیمکتی که در اختیار. اسماعیل زاده دو دسته حضرت پور میلوش یک پاس کوتاه برای محمد ولیزاده توپگیری عالی از ارومیه. حالا فرصت برای فیاضی بود برگشت میشه. میلوش این بار برای محمد ولیزاده دیگه موج دوم حمله رو با موفقیت پشت سر میگذاره محمد ولیزاده. 9-5 به سود شهداب هست. به نام حاجی پور به خط سرویس میره. با آمدن در نیم فصل دوم شرایط رو تغییر داد برای شهدابی ها در پست دریافت کنند. عالی سرویس میزن آرمان صالحی. حالا برای محمد ولیزاده بود که دفاع کرد. تک دفاع کرد احد رضایی رو. 10-5 تغییرات مطمئنا در ترکیب تیم شهرداری شروع خواهد شد. فعلا خبری نیست. 10-5
کاملا مسلط و مطمئن در دست سوم شهدابیا کار کردن. سرویس های خوب، پیامد دفاع های خوب، حملات متنوعی که میلوش آرسنوسکی تدارک دید. دریافت از آرمان سالی برای احد رضایی، توپگیری عالی از حاجی پور. میلوش به موقع خودش رو میرسونه. ضربه میثم سالی در منطقه دو برگشت میدن. بازم میثم، این بار رو دست سه دفاع. یازدهمین امتیاز رو میثم از کردم. میثم اگر رو فرم و سرحال باشه شهدابی ها رو غمی نیست. تغییرات شروع میشه در ترکیب شهرداری. هومن شرقی جانشین احد رضایی شد. این اولین تغییر در دست سوم در ترکیب شهرداری بود. حاجی پور، اسماعیل زاده، فرصت برای پیادی به زیبایی آرسنوسکی. دریافت میکنه جای خالی رو و آبشاری که بازم میثم رو در مقابل هومن شرقی در منطقه دوی حریف به برتری میرسه. 12-5، 7 امتیاز. دومین تعویض امیر خداپرستی. عرض کردم شروع تعویضا بود، با یکی دو دقیقه تاخیر شروع شد در ترکیب شهرداری. هنوزم مطمئنا این تغییرات در صورت نتیجه نگرفتن ادامه خواهد داشت. حاجی پور دریافت از امیر خداپرستی برای هومن شرقی موفق هست. هومن شرقی امتیاز رو میگیره جانشین احد رضایی. ششمین امتیاز برای شهرداری ارومیه. مدام صحبت میکنه محمدرضا تنروان، او هم به هر حال الان جز مربیای با تجربه والیبال ما، دو قهرمانی با شهداب و فولاد سیرجان ایرانیان رو در کارنامه داره. مربی که سالها در کادر فنی تیم ملی هم حضور داشت. تشکری میلوش برای رضا رضایی. شکر 13 امتیاز. اگر در جدال سوم طبیعت و شهرداری همه نگاه ها به پوریا فیاضی بود، در این بازی به رضا رضایی، بازیکن ارومیه ای تیم شهداب، بدون تردید مرد اول این میدان تا اینجا کار بود. کمترین پرت رو داشت در حمله. سرویس های خوب، حملات خوب پشت خط جلوی تو. محمد ولیزاده برای شهداب سرویس خواهد داد. دریافت با پنجه از اسماعیل زاده. یک پاس بریده نجندان خوب از برای زراعتگر. حالا برای هومن شرقی. خوب دید با قد و قامت بلند توپ رو پشت یک سوم تبدیل به امتیاز هفتم کرد. سومین تعویض. سومین تعویض شایان سپری فرد جانشین عطا زراعتگر شد. این سه تا سیزده سرویس رو هومن شرقی خواهد داد. به تور میزن. 14 امتیاز برای شهداب به دست میاد. رضا رضایی به خط سرویس میره برای شهداب. خوشحالی بی حد و حصر تماشاگرای یزدی. سرویس رو رضا رضایی میزنه. دریافت مجد اسماعیل زاده. حالا فرصت برای امیر خداپرستی. در منطقه چهار موفق بود. هشتمین امتیاز او میگیره. 14-8. خود امیر خداپرستی به خط سرویس میره. سابقه بازی برای لبنیات حراز آمل و پیکان تهران رو در کارنامه داره امیر خداپرستی. سرویس رو میزنه حاجی پور. میلوش برای رضا رضایی. آبشارش باز هم داخل. امتیاز 15 رو هم میگیره. هر چه زد، هر چه نواخت تبدیل به امتیاز شد. فوق‌العاده بود. عرض کردم شب خوبه رضا رضایی تا اینجای کار. 15-8.
میثم صالحی به خط سرویس میده. به خارج زمین. امتیاز نهم برای شهرداری به دست. شایان سپهری فرد. او هم سابقه همراهی تیمای ملی نوجوانان جوانان رو در کارنامه داره. بازیکن جوانی فصل گذشته هم یکی از خوبهای لیگ برتر بود. تماشاگرای یزدی رو هم مشاهده میکنید. خوشحالم. سرویسش به خارج زمین. 16 امتیاز هم برای شهداب حاصل میشه. مسعود غلامی کاپیتان اصفهانی شهدابیا سرویس کرده. او بعد از دو سه فصل بازی برای سپاهان به ترکیب شهداب اضافه شد. بهنژاد یک پاس بریده برای آرمین تشکری برگشت میشه. باز هم برای تشکری دفاع زخمی میکنه تو دفاع. میلوش برای حاجی پور جای خالی پشت دفاع. همه چیز رو به هم میریزه. فرصت هست برای جاوید اسماعیل‌زاده که برگشت میشه. حالا بازم رضا رضایی. مگه میشه این توپی از چشمال او پنهان نموند؟ عالی بود. 17 امتیاز. پرثمرترین بازیکن میدان بود. وقت استراحت رو عبدالرضا علیزاده درخواست. 17.8 امتیاز اختلاف. خوشحالی تماشاگرای شهداب یزد رو مشاهده میکنید. شهدابی که ذائقه مردم یزد رو نسبت به والیبال کاملا تغییر دادن. از یک شهر کاملا فوتبالی تبدیل به یک شهر والیبالی شدن. این هم جایگاه ویژه‌ای که مسئولان تیم‌ها به همراه مهندس تقوی، دکتر مرادی رئیس و نایب رئیس فدراسیون رو هم در کنار مدیران دو تیم در حال برگزاری بازی مشاهده کردید. 17-9 به سود شهداب هست. بله، این تصویر بازم محمد ترکاشوند رو هم در جایگاه ویژه داریم. بازیکن خوش اخلاق، مهندس امیر شرافت، آقای نوری مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه، مهمانانی هستن که در روی جایگاه ویژه سرویس رو به تور میزنه. این بار مسعود غلامی 17-10. ارشیا بهنژاد 4 تعویض. سینا علیزاده هم به میدون میاد. جانشین ارشیا بهنژاد میشه. این 4 تغییر در ترکیب تیمی شهرداری در دست سوم بود. به بازیکن‌های اصلیش در واقع باید استراحت بده که برای دست چهارم آماده بشن، چون که فعلا فاصله 7 امتیاز. علیزاده دریافت از میثم صالحی. میلوش باز هم برای رضا رضایی. رضا رضایی چه کردیم؟ 18 امتیاز رو هم گرفت در منطقه دو. 18-10. میلوش رو دسته آرمان صالحی. علیزاده برای هومن شرقی برگشت میشه. آرمین تشکری تو اول داریم. این بار برای هومن موفق هست. این بار در برگشت موفق هست. 18-11 به سود شهداب. تماشاگر ارومیه همچنان امیدوارانه به بازی فکر میکنه. جاوید اسماعیل زاده سرویس خواهد. دریافت از حاجی پور اشتباه بود و بلافاصله امیر خداپرستی امتیاز 12 رو آماده و حی و حاضر در روی تور میگیره. دریافتا وقتی خوب نرسه یکیش این بود. ترون در حقیقت به نوعی. باز هم جاوید اسماعیل‌زاده بوسه ای هم بر توب میزنه و این بار رو دستای میثم صالحی. برای محمد ولیزاده یک بار دیگه برگشت میشه توب.
این بار برای هومن شرقی ضربه او رو به خوبی حضرت پور عکس العملی. حالا برای رضا رضایی، بازم آرمان صالحی میسازه برای امیر خداپرستی، برگشت میشه، فرصت هست برای حاجی پور، یک جای خالی به خوبی اسماعیل زاده عکس العمل نشون میده برای حاجی پور. توپگیری از سینا علیزاده، برگشت توپ، توپگیری میکنه میلوش، حضرت پور برای رضا رضایی، نرسید، هرچه به بدنش کشتاد جاوید اسماعیل زاده، نرسید و امتیاز 19 هم رو هم شهدابی ها گرفتن، 19-12. چه خبر هست روی سکوها؟ از حال و هوا رو توصیف کردن کار سختی. عبدالرضا علیزاده حالا کاملا در این دقایق به بنبست نیست، هرچه داشت رو کرد، تعویضای متعدد، بیرون کشیدن مهرهای کلیدی برای دست بعدی، جانب احتیاط رو رها نکرد. بازم حاجی پور، جدال مدافع عنوان قهرمانی است مقابل شهرداری، به کجا زد؟ 13 امتیازم برای ارومیه ها به دست آمد. آرمین تشکر. هر دو تیم خسته به نظر، تازه این بازی اول نیمه نهایی، هنوز راه درازی تا رفتن روی سکو باقی است برای هر چهار تیم. تشکری حضرت پور برای میثم صالحی، چقدر عالی زد میثم صالحی، آماده باشه یکی از بهترین ها. 20 امتیاز با قدرت گرفت میثم صالحی. 20-13 ترکیب شهرداری مطمئنا در دست جارم مجدداً به حالت اول برخواهد گشت، شک نکنید. محمد ولیزاده دریافت و پنجه از اسماعیل زاده، یک کار سرعتی، شایان سپری فردم توپ دلخواش نبود، پاس دلخواه نبود و به خارج زد. 21 امتیاز در این دست دیگه، در واقع باید بگیم شهرداری هیچ شانسی برای برگشتن نداره، بازی رو باید به سود شهداب تمام شده پنداش. بازم محمد ولیزاده، مگر اینکه معجزه بشه، سرویس رو به تور میزنه. 21-14 7 امتیاز افتاد در امتیاز 14 برای شهرداری، یعنی 14 این تیم هومن شرقی به خط سرویس میره، بازیکن قطب باطلی که جانشین احد رضایی شد، بازیکن جوانی است. او هم به تور میده، 22 امتیاز رو هم شهرداری از دست میده. رضا رضایی در خط سرویس رو دستای آرمان صالحی برای خداپرستی، موفق است در منطقه 4. 22-15 سه امتیاز دیگه پرونده دست سوم این بازی رو هم خواهد بست. امیر خداپرستی رو دستای حاجی پور، یک پاس بریده برای مسعود غلامی در منطقه سه موفق است. امتیاز 23 رو کاپیتان غلامی برای شهداب میگیره. خوشحالی و تشویق بیامان تماشاگرای یزدی رو در روی سکوهای فوقانی سالن والیبال آزادی به هم بده. 23-15 میثم صالحی، او هم به تور میزن. حالا دیگه کاملا خستگی در دستان بازیکنها احساس میشه. شایان سپری فرد 23-16 هفت امتیاز است. مدافع میانی جوان
ارومیه ها در خط سرویس. رو دستای میثم صالحی، خود صالحی حمله پایپ رو دفاعش میکنه آرمین تشکر. 17 امتیاز برای شهرداری ارومیه به دست. خوب دفاع کرد، کاملا دست پاسور رو بود، پاسور سربستان، یعنی کاملا میشد تشخیص داد که در تدارک حمله پایپ هست. بازم سپری فرد دسته میثم، حالا برای حاجی پور جای خالی رو دید، چقدر خوب عالی دید حاجی پور. والیبال فقط زدن آبشار نیست، با جای خالی هم میشه امتیاز گرفت. 24 امتیاز رو به نام حاجی پور میگه. یک دریافت نچندان خوب از جاوید اسماعیل زاده، اما تشکری کار خودشو کرد. 24-18 پیروزی یزدیا رو به تاخیر میداد. سینا علیزاده در خط سرویس هست، پاسور دوم امشب ارومیه ها. یک بازی او، یک بازی اردلان سید عباسی در ترکیب قرار میگیرن. حضرت پور حالا برای محمد ولیزاده امتیاز پایانی رو محمد ولیزاده میگیره. خوشحالی تماشاگرای یزدی. 25-18 دست سوم رو یزدی ها میبرند و دو بر یک شهداب جلو میزن از شهرداری ارومیه، منتظر دست چهارم باقی میمونه.
دوسته به سود شهداب هست. حاجی پور در خط سرویس دست بسیار حساس برای هر دو تیم. دریافت از آرمان صالحی، احد رضایی امتیاز اول رو او میگه. 2-1 دستی که شهداب برای بردن نیمه اول بازی نیازمند، دستی که شهرداری رو میتونه به بازی برگرد. حساس ترین دست بازی است. میلوش برای میثم صالحی، معتقد توپ داخل ولی به خارج رفت. 2-2 فعلا روی تابلوس. بازبینی فیلم رو تندروان درخواست میکنه. اینم وحید پورکاشیان داور آرام، توپ داخل هم درست. 3-1 میشه بازی به سود شهداب. خوشحالی تماشاگرای یزدی رو مشاهده میکنید. سه یک به سود شهداب. ولیزاده، اسماعیل زاده برای عهد رضایی، آبشاری به خارج میره. چهارمین امتیازم برای شهداب به دست. تقاضای بازبینی فیلم رو ارومیه یا خواستم. ببینیم چهره آقای وحید پورکاشیان ملاحظه کردید. حالا همه نگاه به اسکوربورد هست. خیلی سریع در واقع به دست دفاع هم اصابت نداشت، کاملا از روی دستان مدافعان شهداب توپ مرور کرد. محمد ولیزاده در خط سرویس برای شهداب. این بار رو دستای اسماعیل زاده باز هم برای احد رضایی دفاع میشه، اما توپ به خارج رفت. توپی که مسعود غلامی و میثم صالحی به دفاع رفته بود. 4-2 به سود شهداب. ارشیا بهنجات به خط سرویس میاد. شهرداری با اون تیم بازی سومه با طبیعت کاملا فاصله داره. سرویس رو هم به خارج میزنه بهنجاد. پنجمین امتیازم برای شهرداری از دست میره. رضا رضایی شماره 20 رو بر تن داره، نمرش هم 20 بود. رو دستای آرمان صالحی یک پاس بریده برای تشکری، غلامی اثر میذاره. برای میثم صالحی آبشاری که میزنه برخورد به دست فیاضی به خارج زمین. 6-2 به سود شهداب. هست چارم جزه. وقت استراد اول رو عبدالرضا علیزاده میگیره. بازیکنهای شهداب رو ملاحظه میکنید. محمد حسین نجاتی، مشتبه عطار، حسن محفوظی در کنار رامین تاج الدینی و محمد رضا تنروان. ابوالقاسم میرزایی هم سرپرست این تیم هست و امیر خوشخبر مدیر تیم. ابوالقاسم میرزایی سرپرست با اخلاق شهدابی ها. که برای سلامتی همسر مهربانشون دعا میکنیم از خداوند متعال همه مریضان، همه مریضا رو شفا بده و همچنین همسر مهربان آقای میرزایی رو. فرصت برای عهد رضایی بود. امتیاز برای شهرداری به 3 میرسه. 6-3 کوریا فیاضی
در خط سرویس برای شهرداری. هنوز امیدوارن که به بازی برگردن. حضرت‌پور توپرسانی عالی برای رضا رضایی، باز هم موفق. تک دفاعی جاوید اسماعیل زاده کارساز نبود. هفتمین امتیاز برای شهداب. امتیازات با ارزش رو گرفت رضا رضایی در شب پرفروغش. در شب پرفروغش امتیاز هفتم رو هم رضا رضایی گرفت. میثم صالحی حالا در خط سرویس رو دستای فیاضی بهنژاد جا میمونه جاوید اسماعیلی زاده. میلوش حالا برای رضا رضایی. چه کرد رضا رضایی فوق‌العاده بود. هشتمین امتیاز. میثم صالحی در خط سرویس، او هم یکی از خوبای این بازی بود. شهداب به جز دست اول در دست‌های دوم سوم عالی کار کرد. این بار سرویس چه به خارج میزنه میثم. چهارمین امتیاز هم برای شهرداری ارومیه به دست میاد. تشکری در خط سرویس. تماشاگرای ارومیه بیتابن برای پیروزی در این دست. دریافت از میثم صالحی، پاس کوتاه برای مسعود غلامی قبل از اینکه احد رضایی و زراعتگر کاری رو بتونن صورت بدن در منطقه دوی دفاعی. 9-4 به سود شهداب هست. مسعود غلامی خودش به خط سرویس میره. رو دستای هیچ کس. امیرزا افتابازری هم در ترکیب ارومیه حضور داره. بازیکنی که جانشین جاوید اسماعیل زاده شد. 9-5. عهد رضایی در خط سرویس برای ارومیه ها. همین بازیکن. سرویس شو به تور میزن. 10 امتیاز. تغییرات در ترکیب شهرداری با بیرون رفتن جاوید اسماعیل زاده در این دست شروع شده. و ببینیم به چه بازیکنی خط خواهد شد. آفتاب‌آذری در بازی حاضر هست. بازیکنی که در نیم فصل اول در سایپا بازی کرد. میلوش آرسنوفسکی. بهنژاد برای احد رضایی موفق هست. از تک دفاعی بهنام حاجی‌پور تو بشه در منطقه 4 تیمی حریف عبور می‌کنه. 10-6. آفتاب‌آذری به خط سرویس می‌ده. تقریبا از اکثر بازیکناش استفاده کرد به جز فتایی در پست لیبرو. یک توپگیری عالی از حضرت‌پور. فرصت برای رضا رضایی. جاخالیشو جمع میکنه. کاملا به هم میریزن. میلوش حضرت‌پور برای بهنام حاجی‌پور. تقه میزنه به توپ به دستان عطاز رادگر. امتیاز 11 برای شهداب به دست میاد. حاجی‌پور رو دستان آفتاب‌آذری برای احد رضایی، باز هم موفق در منطقه 2. امتیاز برای شهرداری به 7 میرسه. 4 امتیاز افتاد. عطاز رادگر به خط سرویس. دریافت از حضرت‌پور برای محمد ولی‌زاده. تک دفاع میشه توسط پوریا فیاضی. 8 امتیاز هم برای شهرداری به دست میاد. حالا شهرداری کم کم در پی کاستن از اون فاصله است و این تماشاگرایی که پرجوش و خروش
مدام از ابتدای بازی بیکار ننشستن. یک تبریز خطرناک از زراعتگر، میثم صالحی جا خالیش و خود زراعتگر، حالا برای فیاضی، اما جبران میکنه دفاع قبلی که در مقابل فیاضی شد. 12-8 بلا فاصله اصلا مجالی نداد چند ثانیه‌ای بگذر. 12-8 به سود شهداب ولیزاده در خط سوم. توپ رسانی از آفتاب آذری، پوریا فیاضی آبشارش به خارج میده. 13 امتیازم برای شهرداری از دست میره، برای شهداب حاصل میشه. فیاضی که اصلا نشانی با اون بازیکن سرحال و قبراق و همه فن حریف روز بادی با طبیعت نداشت. جای خودش هم بلافاصله به امیر خداپرستی میده. عرض کردم با آفتاب آذری شروع شد و خداپرستی نفر دومی بود که به میدون اومد. حالا باید ببینیم، عرض کردم، به کدام بازیکن در نهایت شش تعویض آقای علیزاده خاتمه پیدا می‌کند. محمد ولیزاده دریافت از آفتاب آذری، برعکس مسعود غلامی پراندن ساحت از سوی آفتاب آذری تاوان سنگینی داشت. آفتاب آذری توپ رو فرستاد و غلامی حیو حاضر در روی توپ ضربه زد. 14-6 امتیاز به 3 امتیازی رسیدم، باز هم فاصله 6 امتیاز. ولیزاده رو دستان آفتاب آذری، حالا برای امیر خداپرستی در منطقه 4. رضا رضایی به دفاع رفته بود ناقص. 14-9 به سود شهداب هست. بهنژاد ارشیا در خط سرویس با شماره 15 دریافت از میثم صالحی، خود صالحی دفاع میشه این بار توسط آرمین تشکری. امتیاز 10 برای شهرداری ارومیه به دست. 14-6 امتیاز به 4 امتیاز کاهش پیدا کرد. ترکیب شهدابی ها نسبت به شروع بازی یک تغییر داشت، حالا ترکیب ارومیه یا دو تغییر رو شاهدیم. میلاش برای رضا رضایی تک دفاعی امیر خداپرستی رو راحت شکاف میده. 15 امتیاز هم رضا رضایی کمتر دفاع شد. مطمئناً حداقل تا اینجای کار به نظر میرسه که بالای 20 امتیاز رو برای تیمش گرفته باشه. نمرش هم 20 بود، عرض کردم فوق‌العاده بود. به حال امشب شب اوست، قرعه به نام او اصابت کرد. دریافت نچندان خوب از آفتاب آذری برای احد رضایی توپگیری میشه. میلوش جای خالیشو دستشو میخونه آرمین تشکری، برگشت دو باز بهنژاد. میلوش این بار برای مسعود غلامی آرمان صالحی رو مغلوب خودش میکنه. 16 امتیاز، باز هم به 6 امتیاز اختلاف میرسه. شهداب بالا در با بازی منطقی دومین وقت استراد رو هم عبدالرضا علیزاده درخواست میکنه. اولین وقت استراد او در امتیاز 6-3 بود. شروع عالی رو داشتن، اما به نظر میسه پایان خوشتر از آن شهداب باشه. بازیکن هر دو تیم رو مشاهده میکنید همراه با جایگاه ویژه. شهباز صدری نماینده سازمان لیگ هست و حمید راجریان دو داور بین المللی بازنشسته که هر دو جزو خوبای داوری ما بودن. هم راجریان که هم یک پا یک مربی صاحب نام بود و بازیکنهای تراز اولی رو در دههای قبل تقدیم تیم ملی کرد، هم شهباز زدی که او هم روزگاری سرمربی بود، او هم سابقه مربیگری داره و در واقع در کارش موفق بود.
سرویس رو رضا رضایی میزن. دریافت از آفتاب آذری برای احد رضایی موفق هست در مقابل میلوش. 11 امتیاز احد رضایی در منطقه 4 میگیره. امیر خداپرستی در خط سرویس. هنوز سرویسشو نزده امیر خداپرستی. حالا میلوش برای رضا رضایی، باز هم موفق رضا رضایی. نتیجه 17-11 هست. ایلشن داوودی پور به میدون برای صابر جواهری هم جانشین به نام آجی پور میشه. یه دو تعویضه متفاوت از محمد رضا تنروان، یک بازیکن قدرتی دریافت کننده جانشینه، یه بازیکن قدرتی دریافت کننده میشه و پاسور هم که در حقیقت ایلشن داوودی پور باشه جانشین میثم سالی. حالا با دو پاسور بازی رو شهدابیا پیگیری میکنن. دریافت از آرمان صالحی، یک حمله پای باز امیر خداپرستی. ایلشن داوودی پور بلاواسطه باید جای خودش رو مجددا به میثم صالحی بده. هفده دوازده به سود شهداب هست. میثم بر میگه تا در دریافت کمک کننده باشه. با آمدن صابر جواهری بار دریافت بیشتر روی دوش او عزتپور خواهد بود. با پنجه دریافت میکنه برای رضا رضایی، باز هم موفق. هر چه زد تبدیل به امتیاز شد. 18 امتیاز رو هم رضا رضایی میگیره. شاید در پایان بازی حداقل فکر میکنم 30 امتیاز رو بگیره که میتونه آمار قابل توجهی برای یک قطر پاسور باشه. مسعود غلامی در خط سرویس برای شهداب. بازی دوم نیمه نهایی هم به نظر میسه مانند بازی اول 3-1 خواهد شد، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته. آفتاب آذری دریافت میکنه برای احد رضایی، دفاع عالی از صابر جواهری. آفتاب آذری به کجا زد؟ 19 امتیاز رو هم شهداب میگیره. جاوید اسماعیل زاده به نسبت به دلیل قد و قامت بلندتر، چه در حمله چه در دریافت با پنجه چه در دفاع، مطمئن تر بود. سرویس رو غلامی میزنه، به لبه تور برخورد میکنه. حالا برای احد رضایی جای خالیش رو پر میکنه مسعود غلامی. فرصت برای عطا زرادگر بود، برگشت میشه. حالا برای صابر جواهری امتیاز 20 رو هم میگیرن. تقاضای بازبینی فیلم رو با نظر داور دوم عامد آقبراری پورکاشیان میخواد درخواست کنه. از اختیارات اوست. عقب میرونه بازیکنهای معترض شهداب. فاصله زیاد هست اما مصرانه کار خودش انجام میده. توپ رو به شهداب میده. سریع با داور حالا زیر بار نظر خودش هم بر میگردونه در اعلام ویدیو شک. آرمین تشکری رو فرا میخونه، کاپیتان تیم بود. میثم نه محمد ولیزاده پای تور بود، او جدا میشه. حالا با داور ویدیو شک محمد محبوب اشتو صحبت میکنه. آقای بازبینی فیلم رو میخواد که به اجرا بگذاره تا اندک اپاماد و شایبه ها رو سر این سنه بعد به تور خورد. کاملا ببینین موهای سر صابر جواهری به تور ساییده شد و درست بود نظر اول آقای پورکاشیان در خواستن درخواست بیدو شد.
البته با نظر حامد آقبرالی این اتفاق افتاد. 19-13 سینا علیزاده هم به میدون میاد. عهد رضایی از بازی خارج میشه. چهارمین تغییر در ترکیب تیمی شهرداری است. 19-13 6 امتیاز دیگه سند برتری شهدابیا رو صادر خواهد کرد. تماشاگرای طرفدار شهرداری رو ببینید چگونه با چه اشتیاق، و اینم تماشاگرای خوش‌ذوق یزدی با بادکنک‌های به رنگ نارنجی، به رنگ لباس اصلی شهدابیا. میلوش پاس کوتاه برای محمد ولیزاده، 20مین امتیاز با قدرت به دست میاد برای شهدابیا. سرویس رو میلوش خواهد زد. روی دستای آرمان صالحی، علیزاده برای زراعتگر دفاع میشه توسط محمد ولیزاده. هر دو ارومیه ای بودن. جنگ دو ارومیه رو در روی تور ولیزاده از عطا زراعتگر میبرد. 21-13 دیگه لحظه به لحظه به پایان این مسابقه نزدیکتر میشیم. بازم میلوش این بار به تور میزنه. 14مین امتیازم برای شهرداری به دست میاد. آفتاب آذری به خط سرویس میاد. حالا چشم امید ارومیه ها به بازی برگشت چهارشنبه شب خواهد بود، همونطور که پیکانی ها چشم بازی فردا شب با فولاد دوختن. یک دریافت سخت از حضرتپور جواهری، توپ رو پشت خط یک سوم جمع میشن. حالا برای امیر خداپرستی و توپ داخل میشه. نگاه پرتردید آرمان صالحی امتیاز 22 رو هم نصیب شهدابیا میکنه. ضربه‌ای که خداپرستی زد با دفاع شهدابیا توپ داخل شد. 22-14 کار تمام هست. همانند دست قبلی که 25-18 با قدرت شهدابیا بردن. دریافت از آرمان صالحی علیزاده برای هومن شرقی، او هم در واقع جز یاران تعویضی این دست هم بود. 22-15 به جز عطا زراعتگر و آرمین تشکری همه عوض شد. از کردم فقط لیبروی دیم بود که از ابتدای بازی تا اینجا آرمان صالحی در پست خود باقی مون. میلوش برای رضا رضایی، توپگیری از علیزاده، باز هم جاموندن از امیر خداپرستی و امتیاز 23 کاملا از هم پاشیدن. 23-15 به سود شهداب هست. تماشاگرای یزدی رو ببینید خوشحال و مسرورن با بادکنک های نارنجی رنگ. ولیزاده سرویس خواهد زد. چه شانسی میخوره به لب دور. 24مین امتیازم به دست میاد. به نظر میرسه که راحت ترین دست بازی رو هم در حال بردن هستند یزدی ها. سه تیم از استان ید به مرحله پلی آف آمده. ایفا سرام و چادر ملو از گردونه رقابت ها حذف شدند. اما شهداب همانند سالهای قبل مدعی حضور در فینال هست. حالا فرصت، بازم هومن شرقی رو میثم صالحی دفاع می‌کنه. 25مین امتیاز. 25-15 شهداب موفق میشه دست چهارم رو ببره. 3-1 بازی دوم نیمه نهایی هم 3-1 میشه و به سود شهداب. باید منتظر جدال برگشت نیمه نهایی از فردا شب بود. از همکاران خوبم بسیار متشکرم، فیلم بردارو و تهیه کننده و مسئول پخش آنتن که مشتبه حیدری باشه، همچنین از آقای بادرنگین دستیار او و همه عزیزانی که زحمت کشیدن تلاش کردن تا این گزارش رو تقدیم شما کنیم. همچنان در شبهای آینده منتظر
ما باشید با پخش دیگر دیدارهای مرحله برگشت نیمه پایانی. همه شما رو تا هم کلامی دیگر به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.